دیدین بعضی وقتا آدم توی حال و هواییه که هر چی میبینه فکر میکنه نشونه است، برای اینکه مثلا اون فکر و خیال از سرش در بیاد، یا چه میدونم یه نشونه ای که یه اتفاقی بیفته، حالا مهم نیست چه شرایطی باشه، توی هر شرایطی میتونه باشه، میتونه شرایط اقتصادی باشه، عاطفی باشه، چه میدونم هر چی، یه سری چیزا میبینی که فکر میکنی نشونن. و الان من داشتم فیلم میدیدم، گوشیمو برداشتم اینجوری نگاه کردم، باز کردم، اولین چیزی که اومد امیرعظیمی بود که دیدم آهنگ داده و دروغ نگم 10 ثانیه‌اش رو شنیدم، سریع قطعش کردم. چرا قطعش کردم؟ حالا بهتون میگم بعدم. گفتم آهنگ داده بذار، بعد از مدت ها خیلی وقته که از امیرعظیمی هیچ ریاکشنی نرفتیم، حالا به دلایلی بیان این آهنگ رو من تنها گوش نکنم، تکراری نکنم، با هم دیگه گوش کنیم. حالا الان اومدم که با هم دیگه گوش کنیم، برو بریم که با هم دیگه گوش کنیم. سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مسترشک. آقا اول از هر چیزی بگم چه کاور قشنگی داره، خدایی کاورش خیلی قشنگی، کاورش کاری که شایلی شاکری، خانم شاکری اصلا نامبر وان درجه یکه، همیشه من کاوراشو دوست داشتم. چی شد؟ فوتو؟ عکس؟ عکاسی شده یعنی این کاور؟ من فکر کردم چون خانم شاکری معمولا نقاشی دیجیتال هم میکنه، تقلب کردی، قبول نیست. بگذاریم حیف من حیف تو، بریم بشنویش. فقط قبلش اگه کلمه رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگوله کنش فعال کنین، لایک کامنت یادتون نره. و اینکه چرا گفتم سریع قطعش کردم تا دیدم، بیام این وقتا کارت رو خراب نکنم. چرا گفتم سریع قطعش کردم؟ چون مطمئن بودم امیر زیر 3 دقیقه کار میبنده، یعنی تو آلبومش به زور بالای 3 دقیقه بسته بود، یه سینگل درک عمرن اصلا. بعد رفتم تو یوتیوبش دیدم هنوز آپلود نکرده و زده که مثلا 12 چیز میشه آپلود میشه. داداش اون یوتیوب خودت دیگه، یوتیوب شخصیت بود، رو اون دکمه پابلیک بزن که من الان میتونستم از یوتیوب خود استریم کنم به جای اینکه برم از کانال تلگرام دانلود بکنم. البته بازم از کانال تلگرام خود دانلود کردم، ولی یوتیوب رو فرهنگسازی کنیم بهتره. بریم بشنویم ترانه ملودی شاهین شیخی. تو ملودیش مهدی دارابی هم یه دستی داشته، مهدی دارابی از هوروشبند اگه اشتباه نکنم، خیلی وقت کارشون نشدم، تنظیم میسم مسترم که بهنام میرزایی خواننده‌ش هم اگه گفتین کیه، اگه گفتین امیرعظیمی. بریم بشنویم که چه کرده، ولی کاورش همچنان دلربایی میکنه، نه دلربایی نه دلبری میکنه. 1 2 3 بشین یه گوشه به حالم فکر کن، هی شل کن صف کن. چقدر دلم برای شنیدن صدای امیرعظیمی واقعا تنگ شده بود. شاید بگی میتونستی بری آهنگ قبلی شروع کنی، ولی من آدم تکراری بودن نیستم. هر آهنگ مدتی داره قفلی زدن روش و بعدش دیگه گوش نمیدم تا اون چی میگن وجهه خوبی که داره، اون لذتی که ازش میبرم خراب نشه. چون یه آهنگو مثلا اولین بار که میشنوی یه لذتی میبری، بار صدام بشنوی میگی این قطعش کن، این که نخونه، این دیگه این خفش کن. یه گوشه به حالم فکر کن، ای شل کن صف کن، ببین که گذشت آب از سرمون، حیف من حیف تو که گذاشتیم وسط زندگیمونو، نصف من نصف تو، هزار بمونم اینجا انقدر دلتنگ تو، هر جا بری تو رو اسم کنم پیش منی، دیر اومدی نخواست تو دلم ریش زدی، وای سار پا. من فکر کردم دیسلاوه ولی لاوه، اند لاوه. اگه دیدی که من خوردم زمین، هر جا بری تو رو اسم کنم پیش منی، دیر اومدی ولی زود تو دلم ریش زدی، وای سار پا. اگه دیدی که من خوردم زمین، یه
باشم از همه چیم خوب یا بد، حالا هی شیر یا خاک میاد یا نه، مثل من هنو پیگیره یا نه، گذاشتم همه قلبم و وسط. کی پیگیره یا نه؟ مگه لاف نیست؟ اگه دیسلاوه من هنوز نفهمیدم فازتو داداش، لاوه یا دیسلاوه. موندم فقط اینا رو یادش یا نه، کسی نگران حالش یا نه. خب اینجا ترانه آهنگ تبدیل میشه به دیسلاو و در خصوص دیسلاو باید بگم داداش تو خودتو ببخشید پارم بکنی، وقتی اون طرف نفهمه و نخواد بفهمه یا اصلا توی عالمی دیگه باشه فایده نداره. حالا تو بگو نگران حالشه یا نه، مثل من حالشو میپرسه یا نه، ولش کن. تو تمام خودتو بذار توی هر کاری که توش پا میذاری، چه رابطه عاطفی باشه، چه هر چیزی، چه کار باشه، تمام خودتو بذار. اگه نتیجه نداد شرمنده خودت نیستی. اینو همیشه بذارین رو ریپیت توی مغزتون، ذهنتون، ملکه ذهنتون بشه. برو منی گیر اومدی ولی زود تو دلم ری. دیسلاف نیست، یه جوریه که مثلا اینا با هم اوکی شدن بعد اون رفته، این هنوز تو غم عشقش داره میسوزه. واو چه درامایی شد. نه دیگه دوست بازی هم هم اگه دیدی که من خوردم زمین، هر جا بری تو رو اسم میکنم پیش منی، دیر اومدی ولی زود تو دلم ریشه زدی، وایسار و پات اگه دیدی که من خوردم زمین. اونی که رفته ببخشید من میگم و احساسات زیباتون رو خراب میکنم، ولی اونی که رفته چقدر یقم باید بایستید بزن جوش. اونی که رفته دیگه اصلا ببخشید اصلا براش مهم نیست که تو بخوری زمین پاشی چه بلایی سری. اگر براش مهم بود که نمیرفت. این اول از همه داشته باشین پشه پدر سگ. آره نمیرفت چه کاریه؟ چرا؟ یه آهنگ داشتم بدش نه، ولی این سبک آهنگا رو من نیستم که طرف رفته این تو غم عشقش داره میسوزه. یعنی کل پکیج آهنگ خوب بودا الا اون موضوع کلیش، اگر درست متوجه شده باشم. اصلا کاورش که داره با من حرف میزنه دلبری میکنه، کاورش رو خیلی دوست دارم، مخصوصا اینقدر یه حالت فرا انتظاییه. یعنی نکن روی حالت نیمکت نشسته، بعد اونور نیمکت آبشار شده، ابری هم اونجا در حال چیزه داره حرکت میکنه. بریم آخرش هم بشتنیم، بعد داره از بالا آب میشه خود امیر. این چه کار اشتباهیه که اسم تو گفتی داداش؟ تو اینجوری نبودی. با کی گشتی؟ با مسعود جهانی گشتی اینجوری شدی یا حامد برادران؟ ولی نه، این کار بهنام میرزاییه بابا. صدای امیر عظیمی تابلوه، اصلا برنده دیگه. واقعا این اسم گفتن تای آهنگ من اینجوره درک نمی کنم. یه رپرام اسمشون رو نمیگن. اوایل مثلا اونا خواننده های پاپ ول کرده بودن، اما مثلا رپرها میگفتن مثلا چه میدونم یاس یا اینجوری. ولی اونا هم الان دیگه نمیگن. دوباره مثلا یه سری از خواننده های پاپ میگن. تا اگه مثلا داری 10 سال، حالا هر کسی فرق نمیکنه، 5 سال 10 سال داری فعالیت میکنی، دیگه صدات شناخته باید شده باشه. یعنی صدات باید برند شده باشه. به نظر من اتفاق برای امیر عظیمی افتاده. اینکه حالا چرا آخر یا اول آهنگ اسمش رو اینجا الان گفت خیلی برای من شد، چون قبلا نمیگفت. به هر حال دمشون گم. حالا هوامو عوض کرد، اما اون جوری که دلم میخواست نشد. چرا؟ به خاطر هم موضوع آهنگه که یکم از لحاظ ایدئولوژی باهاش مخالفم.
دمتون گرم که تا آخر نگاه کردیم، امیدوارم لذت برده باشیم. بعد از مدت ها از امیر عظیمی هم یه کار شنیدیم و با هم شنیدیم در اصل، و همین. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش لایک کامنت فراموش نشه. من لینک یوتیوب این آهنگ رو میذارم توی دیسکریپشن، ولی هنوز نگاه کردم پابلیک نشده بود، فقط میدونستیم که به زودی پخش میشه، اما خودش تو اینستاگرام گفته بود پخش شده. خیلی متشکرم.